درود دوستان و همراهان خوبم دوخت کاور خوشخواب اونقدر ساده و راحته که حتی شما دوست خوبم که خیاطی بلد نیستی میتونی اونو بدوزی با من همراه باشین و نظرات و پیشنهاداتتون رو کامنت کنید منتظر لایک های دوستانتون هستم پارچه مورد نیاز برای کاور خوشخواب در هر سایزی مساوی با طول خوشخواب به اضافه 80 تا 90 سانتی متر و عرض خوشخواب به اضافه 80 تا 90 سانتی متر اندازه به دست آمده میشه طول و عرض پارچه که لازم داریم برای کاور خوشخواب کاور من در این آموزش دو نفره بوده که سه متر پارچه با عرض 250 برای اون تهیه کردم ابتدا پارچه را چهار تا میزنیم طول این پارچه چهار لا شده مساوی با یک دوم طول خوشخواب به اضافه چهل تا چهل و پنج سانتی متر. در پارچه من که برای خوشخواب دو نفره بود چون طول خوشخواب دویست سانتی متر بود دویست و تقسیم بر دو کردم شد صد. صد و به اضافه چهل و سه سانتی متر کردم عددی به دست اومده برای طول این پارچه چهارلا شده شد 143 باز هم روی چهارلای پارچه عرض خوشخواب که 160 سانتی متر بود تقسیم بر دو شد 80 به اضافه 43 کردم شد 123 پس الان پارچه چهارلا شده من طولش 143 و عرضش 123 سانتی متره حالا دوباره روی طول پارچه چهارلا شده عدد صد که همان یک دوم طول خوشخواب بود رو روی چهارلای باز پارچه به دست میارم و یه علامت میزنم دوباره روی عرض پارچه چهارلا شده عدد هشتاد که همان یک دوم عرض خوشخواب بود رو به دست میارم و در سمت چهارلای باز پارچه اینم دوباره یه علامت میزنم حالا این دو علامت رو با خطکش طوری ادامه میدن که همدیگر رو قطع بکنن و یک مربع 42 در 42 سانتیمتری به دست بیاد. در نهایت این مربع را قیچی میکنم و این قسمت دورریز میشه. دقت کنید که این مربع در سمت چهار لای باز پارچه برش میخوره. موقع دوخت دو ای هر کدوم از این مربعها که چهار تا مربع داریم رو به هم وصل می کنیم سنجاق می زنیم و آماده دوخت می کنیم در نهایت هم هر چهار تای این ها را به همون شکلی که گفتم زل هاشون رو روی هم می و دوخت می زنیم برای دوخت لبه های کاور خوشخواب به اندازه کشی تا یک تا یکونیم سانتیمتری لبه ها را باید تو بذاریم. دور تا دور لبه کاور خوشخواب را دوخت میزنیم و در آخر کار به اندازه دو سانتی متر جا باز میذاریم که بتونیم کش رو ازش رد بکنیم و در نهایت کش رو به وسیله سنجاق رد میکنیم و به اندازه خوشخواب بعدا اونو گره میزنیم. این هم کاوری دوخته شده خوشخواب امیدوارم آموزش براتون کاربردی بوده باشه لطفا لایک و کامنت هم یادتون باشه